بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سبت سبت سلام و ادب و احترام محضر شما همراهان عزیزان و بینندگان گران ارج شبکه امام حسین. سلام بر امام حسین، سلام بر بین الحرم امام حسین و سلام بر ابوالفضل امام حسین. از عرش خدای متعال با شما صحبت می کنم. الحمدلله رب العالمین که خدا توفیق تنفس در این فضا رو به ما عنایت کرد و هدیه می کنیم برخی از گفتگوهایی که پیوند وثیق داره با حال و هوای حرمینی به شما بینندگان عزیز. کتاب شریف نهج البلاغه که شامل بخشی از فرمایش های مولا امیر المؤمنان سلام الله علیه هست، در خودش تلنگرها و تحرکهای بسیار بسیار جدی رو قرار داده. کتاب نهج البلاغه سه بخشه: خطبه ها و سخنرانی های مولا، نام نگاری های مولا و کلمات کوچیکی که بهش میگیم قصار اما خیلی خیلی بلنده. یکی از این سخنان که اصطلاحاً در بخش کلمات قصار خودش رو جای داده، کلمه ایست که خیلی انسانها رو ساخته، خیلی انسانها رو رفعت داده و پروازشون داده. من طلب شیئا ناله او بعده، کلام مولا بود. من طلب شیئا ناله او بعده، کسی که طلب کنه به چیزی برسه، یا به همه همش میرسه یا به بخشی و قسمتی و خورده ای از او. من طلب شیئا ناله او بعده. امیدوارم بعد از این دقایق کوتاه هممون این جمله مولا حفظمون باشه و زمزمش کنیم به عنوان یک حرفی که به ما انرژی میده، به ما راه رو نشون میده و ما رو گرم نگه میداره. من طلب شیئا ناله او بعده، کسی که طلب کنه به چیزی برسه، به همه همش ناله یا به بخشی و کوه پایه از او، او بعده دست پیدا میکنه. چند تا نقطه فشار داره این فرمایش علوی. اولا امیرالمؤمنین نفرمود چه چیزی. من طلب شیئا، هر کسی طلب کنه به هر چی برسه، به هر چی بخواد طلب کنه، یا به همه همش یا به بخش های از اون میرسه. امیرالمومنین منظورتون تجارت هم هست؟ بله. درس خوندن هم هست؟ بله. پرستیژ های اجتماعی هم هست؟ بله. ورزش هم هست؟ بله. علم هم هست؟ بله. امام قید نفرموده که من در اینجا چه چیزی مرادم هست. داره حضرت یک متدولوژی رسیدن به اهداف رو بیان میکنه. جوان عزیز، تو زندگیت به هر چی بخوای میتونی دست پیدا بکنی، یک شرط داره، اون شرط رو در کلام مولا پیدا میکنی. نکنه بچه مرتضی علی، شیعه مرتضی علی جوانی باشه که تنبل باشه، کسل باشه، پرخواب باشه، راحت طلب باشه، به چیزهای کوچیک کوچیک راضی بشه. نه، شیعه مرتضی علی باید نمرش یک باشه، بهترین باشه، عالی ترین باشه. در هر جایی که هست درس میخواد بخونه، بهترین درس رو در بهترین آکادمی ها و دانشگاه ها درسش رو بخونه. طلبه است، طلبه قوی، طلبه جدی، طلبه محکم، مؤلف، محقق، مبلغ، کاسبه، تاجره، بازاریه، یه بازاری قوی، به لحاظ مالی رشد بکنه، شعبه های فراوان برای مرکز کارش ایجاد بکنه. شیعه شیعه نیست مگر اینکه در هر جا قرار داره عالی بشه. یک بانوی داخل خانه است، سعی کنه مجهز بشه، قوی بشه، مطالعه کنه. امیرالمؤمنین یک قید زد. چه قیدی؟ فرمود من طلب شیئا ناله او بعضه. یعنی چی طلبه؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه عربی میدونه، سلطان ادب است و امیر کلام است و کلام و امیرن امیرالکلام. چرا نفرمود من احب شیئا، کسی که دوست داشته باشه به چیزی برسه؟ چرا نفرمود من عشق، کسی که دلش لک زده باشه،
فرمود من طلب. آخه میدونید فقط دوست داشتن و فقط لک زدن دل آدمو به جایی نمیرسونه. یه مثال بزنم، شما کجایی؟ تهرانید، قمید، مشهد الرضایید، اروپایید، امریکایید، نمیدونم هر کجای این زمین خدا هستید، دعا و رعایت امام زمان شامل حالتون. اما اگر یه روزی تو خونه نشسته باشید بفرمایید اینقدر دلم میخواد امسال تابستون برم کربلا، خب اتفاق نمیفته. اما دلتون خواسته اما اتفاق نمیفته. بفرمایید من دوست دارم امسال برم کربلا تابستون، بازم اتفاق نمیفته، چون فقط دوست دارید، چون فقط دلتون پر زده اما کاری که نکردید. اما وقتی کسی میگه من آقا طلب کردم، عزمم و جزم کردم امسال برم تابستان کربلای مطهر امام حسین، یعنی بلند شدم با یه کاروانی صحبت کردم، ویزا گرفتم، بلیت اوپن کردم، بلیت اوکی کردم، چمدانها رو میخوام ببندم، آرام آرام پیامک خداحافظی میزنم چون طلب کردم، چون جدی اومدم پای میدون. دوستان عزیز، خیلی از ماها دوست داریم موفق شیم، دلمون لک زده پیروز شیم، آرزو داریم خوشبخت شیم، اما چرا خیلی همون نمیشیم؟ چون فقط دوست داریم. طرف به دوستش گفته بود من دوست دارم نویسنده شم درست مثل بابام. گفتن مگه بابات نویسنده است؟ گفت نه، اونم دوست داشت نویسنده شه. با دوست داشتن هیچ اتفاقی تو این عالم نمیفته. میدونید کی نویسنده میشه؟ کی پیروز میشه؟ کسی که طلب کرده، آمادگی ها و شرایط فراهم کرده. من 3 کار باید انجام بدم. 1 طلب کنم، قوی، کسالت و پرخوابی و تنبلی و یک مقداری کوچک گرفتن اهداف رو بریزم کنار، آدم های قوی رو ببینم. 2 نسبت به مسیری که میخوام برم جلو برنامه ریزی داشته باشم، نقشه و پلن داشته باشم، بدونم این گام رو و این پا رو کجا قراره بذارم، تو این کار مشاوره کنم، با متخصص صحبت کنم، با یه راه بلد همراهی کنم. و 3 اهداف خودم رو کوچک نگیرم. پدر سید الشهدا سلام الله علیه یک بیت شعر دارند، امیرالمومنین رو عرض میکنم، به شمای شیعه مرتضی علی امام حسینی، شمای خانم بزرگوار و شما آقای عزیز، میگویند اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت والعالم الاکبر. فکر کردی کوچیکی، حقیری، ضعیفی؟ نه، خیلی هم قوی هستی، عالمی در تو پیچیده شده. وقتی امام من، عزیز من، هست و نیست من و شما که نامش امیرالمؤمنینه، من و شما رو اینجور شارژ میکنه، پمپاژ میکنه، تشجیع و تقویت میکنه، من باید دستانم رو به زانوی خودم بگیرم و یا علی بگم و بلند شم و اهداف خودم رو بچینم و نقشه راه داشته باشم تا برسم، تا وصول کنم و واصل بشم. فقط دلم لک نزنه، فقط قبطه نخورم، فقط اینو اونو میبینم آه نکشم. اونا یه روزی یا علی گفتن و رسیدن، الان همون روزه، الان یا علی همون یا علی است و من میتونم مثل اوناشم. یه تصمیم آنی، یه یا علی آنی و گفتن این حدیث و این فرمایش به حضرات معصومین که یا حسین ابن علی، پدر شما فرمود من طلب شیئاً ناله او بعضه، هر کی طلب کنه به چیزی برسه به همه همش میرسه یا به بخشی از او. آقا منم طلب کردم انسان قوی بشم در درسم، در کارم، در بازارم، در زندگیم، در روابط انسانیم، تو هر جا که قرار دارم تو کمکم کن تا در این طلبم موفق شم و به مطلوبم برسم. سعادت و سلامت و صلابت همراهتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.